بسم الله الرحمن الرحیم. خب این صاحبا ما درست در رابطه با حد کردن چندین طریقه بود که ما میتونستیم دیتا رو حد کنیم از جاهای مختلف، از آپشن های مختلف میتونستیم دیتا رو حد کنیم. ممکنه ما در این قسمت میتونیم حد بیم. ما گفتم میتونیم که یاد دیتایی که ما در هارد دیسک وجود داره کمتر وجود داره میتونیم از اینجا حد کنیم. اگر شما آنلاین باشید میتونید از دونه دیتایی که خودش شرکتی ایزری در اختیار شما میمونه، بمجرد که شما چی کنین کامپیوتر شما پی سی شما به اینترنت کنکت باشه، شما در قسمت متوجه باشین در قسمت در تاس منیجر در قسمت خود جی اس در قسمت متوجه باشین میگه که ار جی اس نات کنکتد، درست فلان وصل نیست. اگر اینترنت باشه مستقیما با مو شرکت ایزری کنکت میشه و میتونه از این قسمت میتونین دیتایی که به صورت آنلاین میتونین مد کنین و روی تحلیل انالیز انجام میتین و یا ممکنه از این قسمت و در قسمت دیتایی که بعدا ما گفتیم چه قسم میتونین اکس وای دیتا رو مد کنین بازونا درسی بعدی است. خب هر صورت ما دیتای خود امروز که نمیفهم این درسی دیتا رو کجا کنم، منم پروژه بود دیروز. خب خیر باشه، ما میتونیم فرض مثال مجبوریم بی سازیم دیگاریم. خب ببین ما یه دفعه کنک میشیم در کمپیوتر موقعش در سفری بود و جیس دیتا اوکی که نیسته او چیزی که مد بنام پروژیکت بود داخلش ما جتابیس ساختم که اینجا نیسته فیلن متوجه این چیزی نیسته، یه چیزی متوجهات نشان نمیده چیزی نیسته. خب ما در یک قسمت راست کلیک میکنم بازم میره تکرار درس ما جتابیس میزیم فرض مثال بنامی باشه که ای باشه درسته که فرق میکنم بازم نده دوبار کلیک میکنم داخل از زیر مجموعه چی باید بسازم، میتونم زرد باشه فیچر دیتا سیت بسازم. خب یه فیچر دیتا سیت ما فرض مثال پروژیکت میگم PRO که فرق میکنه نیکس دیگه قسمت باید سیستم کورنات چی کنم معرفی کنم، دیگه قسمت باید پیش فرض سیستم کورنات گرفته میتونم میره چی کنم کلیر بیم سیستم کورنات از این قسمت امپورت. خب نظر به ایساد امیج سیستم کوردیناتی که ایساد امیج ما داره او رو برای فشک دیتا سیت که ما نو ساختیم میخوایم چی کنیم امپورت کنیم، درسته؟ او اد درسته از این قسمت امپورت کنیم. اگه خواستم که این رو کلیر کنین از این قسمت میتونیم. خب هر صورت نیکس. خب این مراحل ما قبلا کار کردیم، این فشک دیتا سیت ساخته شد ما داخل از چی میسازیم فشک کلاس ها از نوی باشه فرض مثال ریور باشه. خب الیاس زیاد مهم نیست، در قسمت چاپش باید لاین با ما شکل بسیار دیفولت میگیریم. خب شما زیاد داشته باشه میتونیم چی کنیم، میتونیم نامش باشه نامی دریا باشه، میتونیم نوش چی انتخاب کنیم، اینا رو ما درس گذشته خوانیم میتونیم که موقعش بگیم. میتونیم تکس بگیریم، حتی اگه زرد چه میشه که شما فیچر کلاس قبلا ساختین و او استاد امین چه اهتمام گفته استاد امین امین به دی فیکس چیکن نمیتونی دوست دارم مثلا نام داری برا بره استاد امین چه تکس گفته نگه استاد امین چه نامش نشته از کجا نمشته مکنی بازیرا نام چی ره؟ نام دریا رو مواد در خودی ارکمه پر کار میکنم. خب دیروز من میخواستم بگم که فرصت نشد. خب میتونیم گفتیم که همون فیلدهایی که قبلا برای فیچر کلاس ساخته باشیم میتونیم از این قسمت چی کنیم؟ امپورت کنیم. خب فعلا فینش میگیریم بازم فیچر کلاس دیگه میسازیم از نوعیت پولیگون یا مثلا اینجا میگیریم که ایریا انتخاب میکنیم توسط پولیگون میخواییم نشان بدیم نیکست. خب میتونیم فرض مثال مرزی مذارت نیم نویت تایبش کفایت میکنه با مشکل شما میتونید چه قسم یک فیلد بسیدید میتونید یا میتونید که فرض مثال
ماسک، یعنی مساجد ما میخوایم نشون بدیم توسطی این نقطه خود. توسط چی میخوایم نشون؟ توسط پوینت. درسته؟ نیکس. خب شما میتونید یک قسمت نام مسجد باشه، مثلا مبقیدش باشه، میتونین هر مشخصات دیگه باشه، میتونید یک قسمت بسید. بله؟ میتونید یک قسمت هرچی که شما خواسته باشه میتونید فینیش. خب این صفر کلاس ساخته باشه، مستقیم میتونید از یک قسمت چی بیم درک کنیم؟ به این صفحه؟ ریکورد فعال هست؟ ریکورد فعال هست، خب میتونیم چی بیم جد؟ امیلی صدا میجی خوده عد کنیم. دقیقت کار وقتی میشه که ما چی داشته باشیم؟ صدا امیج یا ممکن یک نقشه اسکن شده باشه. شما اگر نقشه جیولوژیکی بسازین، همین نقشه هایی که فیلن USGS یا تیم سروی جیولوژیکی آمریکا کار کرده، این می نقشه هایی بوده که اسکن شده قبلا که فیلم شروعی ها مثلا چی کرده بود؟ کار کرده بود، بازینا برای چی که دیجیتایز کرده، او را کمپیوتری ساخته. خب میگیم زوم تو لیر. خب 20 امیج وجود دارم، ما نمیتونم امیج نمیتونم انالیز در اینجا انجام بکنم، یعنی نه نفوذی مساحت مشخصات هیچ نوع چیزی وجود نداره در قسمت. شما اگر از تیبل از نو ببینید در قسمت میتونید راست کلیک کنید روی هر لایر، درستم در قسمت اوپن اتریبیوت تیبل ارقام توصیفی در خود تیبل وجود داره، درسته؟ شما باز کنید در قسمت هیچ چیز وجود نداره، فقط همون که ابجکتید آی دی شیپ و نیم که نامش ما میخواستیم که نام چی بود؟ نام دریا رو میخواستیم و چی کنیم؟ موقعش یه ما ارتباط داره به ما که ما چی دیتا رو میخواییم در اینجا چی کنیم؟ درشیم در جدول. مثلا چی خواهیم ممکنه دیتا در اختیار ما به دسترس ما وجود داره که میتونیم در یک قسمت چی کنیم؟ او رو درش کنیم. خب ما فعلا به صورت پیشفرض خب یک صفحه رو میتونم زوم میکنم به این شکل. خب خیر ما در قسمت یک حتی یک نقشه هم کار میکنم. فعلا ما گفتم که باید از قسمتی اولین بار که اگر منو تولبار برای شما فعال نباشه میتونید از این قسمت چی کنید؟ یک کلیک کنید روی ازی و در تولبار در قسمت برای ما فعال میشه. در قسمت متوجه هستین؟ میتونید در قسمت براتون آماده بسازیم. فعلا هیچ اجازه برای ما کار کردن وجود ندارن، مثل برای ما نیست. به مجرد یک سفر ما داکومنت باز کنیم مستقیم میتونیم کار کنیم، به شکل نیست. میتونیم از این قسمت چی کنیم؟ استارت ایتینگ. خب یعنی متوجه باش اینا چی شد؟ فعال شد. خب ما میتونیم خب از این قسمت زمانی که استارت ایتینگ شد، اینی پنجره که فشار به شما باز میشه. اگر احیانا باز نشد میتونید در این قسمت در اینجا یک گزینه وجود به نام کریت فیچر، اگر فکر نگی نباشه میتونید از این قسمت چی کنید؟ او را باز کنید. ما در این نشان میده که ما در این صفحه سه لایر عد کنیم، یکی ایریا، یکی ماسک که منظور مسجد بود و همچنان ریور این دریا، درسته؟ در قسمت ما اینا را عد کردیم، ما میتونیم کار کنیم ریزیم. خب ما فرض مثال گفتیم که وقتی این گزینه رو شما سلیکت کنین در این قسمت گزینه‌های دیگه برای شما فعال میشه. شما میتونید چه قسم کار کنین؟ اگر شما مثلا پولیگون باشه میتونید به این شکل کار کنین، به این شکل. و در اخیر کار به خاطر که مو آپشن فرمانش چی شد ختم شد، میتونید چی دبل کلیک کنین و همچنان هیچ پولیگون بود که چند زولی میتونیم ایجاد کنیم و میتونیم رکتنگل مستطیل باشه. خب ممکن در یک قسمت اوت جایا بسیار کم پیداشه، مثلا که چی باشه به این شکل نه، درسته؟ اینا مستطیل برای شما یا مربع برای شما ایجاد بکنه نظر به شکل یا تفصیلاتی که در یک قسمت وجود داره، درسته؟ یا فرض مثال در یک قسمت پارک وجود داره، شما میتونید از یک قسمت کلیک کنین یک کنجی مستطیلتان یک کنجیش میتونید در یک قسمت اما طولش چی کنین؟ علاقه کنید در یک قسمت
بعد کلیک کردین همون چی فرمان برای شما ختم میشه. خب بازم به با اون شکل شما میتونید از پلیگون استفاده کنین و میتونید رکتنگل استفاده کنین. ممکنه بعض جایا مثلا همون تفصیلاتون چی باشه شکل دایره‌ای باشه که هر قسمت دیگر شکل دایره‌ای بسیار خب گرش اینجی پیدا کنین این تک شکلی موجود نداره کاملا چی باشه دایره باشه میتونین که به شکل شما یه بار کلیک کنین به اون مرکز دایره و بعدا با حرکت ماوس ماوس حرکت میدین دیگه قسمت کنیم اما ماوس حرکت بین خود میتونین چی کنین اما شوایز رو اضافه کنیم و یا میتونیم که الیپس باشه. خب بعضی ممکنه این اپشن هایی که دیکتار شما گذاشته باشه ممکنه بعضی شما خیلی قابل استفاده هم نباشه درسته اما کاربردترین اونها پلیگون است و چی است رکتنگل است. شما میتونید از چیکنید از الیپس یا بیضه‌ای هم استفاده کنید که اگر تفصیلات شما شکل بیضه‌ای داشته باشه میتونید توسط بیضه بجید. خوبی یک کلیک میکنید با حرکت ماوس میتونید قطری اطول یا قطری اصغر از اون چیکنید تعیین کنید به شکل از به شکل میتونید با حرکت ماوس یه قطری اطول در نظر میگیرید و یه قطری اصغر به شکل خب میرم فلان اگر به شکل درسته با حرکت ماوس میتونید به هر شکلی که شما خواسته باشین میتونیم الیپس ایجاد کنین که این رقم تفصیلات خیلی کم به نظر میاد که شکل کامل بیضه‌ای باشید معظم باشه. خب همون شکل شما میتونید از این قسمت الیپس و فری هند که شما میتونید به شکل دستی آزاد هم میتونید چیز را ایجاد کنین رسم کنین هم. خب در این قسمت شما یک دفعه کلیک میکنید روی صفحه جای ارک مپ دیگه با حرکت ماوس دیگه کار ندارن که شما مثلا کلیک کنین یعنی با حرکت ماوس فقط ماوس حرکت میدین چی شد؟ بشه یک پولیگون به شما ایجاد میشه. داخل چی میکنیم؟ دبل کلیک. خب یک مسئله دیگه که وجود داره که شما متوجه بند در اوتوکاد چیزی به نام سنپینگ بود که زمانی که کار شما رو کمک میکنه که همین دقت کارتان ممکنه میگیم که در کنجی یا مثلا در خط نقطه در خط لاین یا در شروع لاین یا در وسط لاین یا ممکنه تقاطع دو لاین باشه یا ممکنه بین مواردی هم وجود داره که شما میتونید ایرم فعال کنید دیجیتالایز کردن میشه گفتم میرم میخواستم بگم از قسمت ایدیتر ایتر میم به قسمت اسنپینگ اسنپینگ تولوار درسته؟ در قسمت چی شد؟ برای ما پایدارش در قسمت شما خب در قسمت در اسنپینگ شما ببین پوینت اسنپینگ یا همچنان این اسنپینگ یا که شما ممکنه ختمی لاین باشه یا ممکنه ختمی پولیگون وجود نداره دیگه. خب همین شکل ورتکس اسنپینگ ورتکس در خط همون چیه؟ رس یا کنج درسته؟ مثلا شما رس در این کجاست؟ اینا رو چی میگیم ما؟ نه اینا رو ما ورتکس میگیم اینا ورتکس اینا ورتکس اینا ورتکس اما کنج یا رس بگم دیگه درسته؟ این یک ورتکس اینجا یک ورتکس به اون شکل در این قسمت ها چهار کنجی خود مربع مستطیلم ورتکس هست یکی ایج هست که ظلمانه به اینی بینا اینی فاصل که توسط حرکت ماوز ما نشان اینی فاصل ایج میشه و دیگه در یک قسمت شما متوجه باشین در اینجی ایج اسنپینگ اینا با چیه؟ بعض وقت شما اگر کار میکنین میزید شما توکت زراد میشنه باید میگیم که وقت کار میکنین باید چیکنه بیچسه با هم در خط می لاین در شروع لاین در وسط لاین یا ممکن در تقاطع دو خط باشه یا ممکن عمود بر هم باشه یا ممکن مماس گربیتان باشه. خب اونجا بسیار گزینه تا 15-20 گزینه اونجا شما دیده باشین وجود داره دیده باشین رسیب نیم. خب میتونید این گزینه رو به جایی سن برای تان نک اسم شما متوجه باشین این گزینه فعال شد بر هنگ سبز اینا اگر من این چی کنم اینا چی شد؟ غیر فعال شد. شما میتونید چی کنید؟ به شکل اونا رو انتخاب کنید.
گفتم که میتونم در دیجیتالیز کردن شما رو کمک کنم. دیجیتالیز کردن شما بفهمید که دیجیتالیز کردن چیست. شما سافت ممکنه دیتای مختلف ممکنه نقشه اسکن شده باشه. خب متاسفانه این نقشه اسکن شده دکمتر نیست مزخای من از دکمتر نشان بده. یا ممکنه یعنی مشابه بمزی یک سطر امیج ممکنه وجود داشته باشه. شما میخواین چیکن دیجیتالیز کنین؟ این مشابه به این نقشه بسید. فرض مثال این دیتایی که مربوطی آمریکا میشه. فرض مثال World خب فرض مثال country. شما متوجه باشین به این شکل میخواین این رو بسازین و تحلیل لیز رو انجام بدین. ممکنه این در ابتدای نقشه چی بوده باشن؟ صدر امیج ممکنه وجود داشته باشه. درسته؟ ریاضی کار شده. این رو ایجاد کرده. این فکر من کار کنیم یا تو کار کنیم کسی دیگه کار کنه. یا شخص دیگه ممکنه کار کنه. به این شکل کار کرده. این در ابتدا به این شکل وجود نداشته. این رو کار کرده. درسته؟ ما میخوایم امیر کار کنیم. به این شکل. این امیر چی میگه؟ دیجیتالیز کردن. رقمی کردن یا کامپیوتر ساختن. یکی به شکل هارد وجود دارن، یکی به شکل کامپیوتری سافت وجود دارن. میتونیم که ریزو تحلیل انالیز انجام بدیم. خب به هر صورت شما میتونیم از این گزینه ها چی کنین؟ استفاده کنین. یکی گزینه اخیری که بود فری هند بود توسط دیسی آزاد. یه بار کلیک میکنین دیگه با حرکت ماوس چی میشه خودش؟ خب بیره ما چی میکنیم؟ وایر فعال میکنیم به این شکل. بهش یک دفعه کلیک میکنم دیگه ماوز حرکت میدیم دیگه کلیک نمیکنم ماوز حرکت میدیم فقط کلیک میدیم نمیکنم در آخر کار کلیک میکنم. خب ممکنه فری هند اونقدر کاربرد نداشته باشه. درسته؟ اما شما مثلا یاد داشته باشید که اون وقت ضرورت نشه. دیگه گزینه‌ای که وجود داره اوتو کامپلیت پلیگون است. خب فرض مثال خب یعنی قبلی ها را میتونیم چیکنیم سلیک کنیم و میخوایم ریموف کنیم. چه قسم میتونیم ریموف کنیم؟ از قسمت منوی تولز دیگه قسمت. خب این را ما بعدا تشریح میکنم شما. سلیک فیچر را به این شکل میتونیم چی کنیم؟ سلیک کنیم و سلیک میشه به رنگ سبز در میاد. چی میگه؟ دلیت. درسته؟ چی شد؟ دلیت شد. خب صدای میره چی میکنیم؟ دیسپلی منم چک باشم. خب فرض مثال روی یکی از ساها ما میخوایم کار کنیم. فرض مثال ما در این توالت قرار داریم. خب فرض مثال ما قبلا به این شکل کار کردیم. یک قسمت دیجیتالیز کردیم به این شکل. و داخل میتونم چیم دبل کلیک کنم. ما میخوام که اینی قسمت کار کنم. متوجه بینید فقط دو زل باقی یک. اینجا یک پولیگون دیگه ایجاد شد. ما میتونم از گزینه اوتو کامپلیت پولیگون استفاده کنم. که اگر در اینجا کلیک میکنم و میتونم در اینجا کلیک کنم و در این ورتکس دیگه کلیک کنم. چی شد؟ یک پولیگون دیگه اضافه تر شد. بدون از که شما مثلا چی قسم کار کنین؟ گزینه قبلی چی قسم کار کنین؟ پولیگون میگفتین. فرض مثلا در اینجا کلیک میکنین، در اینجا کلیک میکنین، در اینجا کلیک میکنین و مجبورین دیگه زلان رو چیکنین؟ تکمیل میکنین. فرض مثلا در اینجا کلیک میکنین، بعض میمون در اینجا کلیک میکنین. به این شکل. اما در قسم اوتو کامپلیت پولیگون او شکل نیست. او چند زولی که باقی است تکمیل نیست میتونیم فقط اونو چیکنیم؟ کار کنیم فرام دیگه قسمت دیگه قسمت به این شکل. درسته؟ خب اینا اوتو کامپلیت پولیگون بسیار ضروره که باید اسنپین شما فعال باشه. ممکنه مرش که زوم کنم امی ورتکس ما با او ورتکس دیگه پولیگون چیکنه؟ نچسبه با هم که بازو ناقص میه ارور میده. خب میتونین گزینه اوتو کامپلیت فری هند هم هست. شما مثلا
یک کلیک میکنه به شکل ممکنه به شکل به شکل شما اینی نواهیر فرض مثال اینی قسمت ها چیگه کار کنین درست بسته کنین یک پولیگون دیگه این دیگه قسمت ایجاد کنین شما از اوتی کامپلیت پولیگون از این قسمت شروع میکنین به شکل چی شد؟ تکمیل شد بدون از که شما مثلا اینی نواهی که با پولیگون دیگه شما چیه؟ در تماس هستن شما ماوس را خط بدین کلیک کلیک کنین کلیک کنین رو قسمت کار کنین بسیار راحت اما زول دیگه ای که ناتکمیل است فقط شما چی میکنین اما قسمت کلیک میکنین دلیت خب اینا رو ما چی ندارم کار ندارم میتونم چی کنم از یک قسمت سلیکت فشار سلیکت فشار اینا سلیکت میکنم ریموف خب شما چیزی که مهم بود فرض مثال به یک قسمت ما نواهر فرض مثال ما کار میکنم به این شکل کلیک دیگه من میخوام ارقام توصیفی زنو درج کنم ممکنه این نواهی به نام کدام نواهی پنج چهار است ممکنه اینجی ممکنه پار باشه ممکنه زمین زراعتی باشه ممکنه ساعت رهایشی باشه تجارتی باشه هر چیزی باشه درسته از این شما میتونید راست کلیک کنین اوپن تیپ تیبل شما در اصل متوجه باشین امیر ما کم خورد کنم در اسمه شما متوجه می فقط یک فیچ لایر یک فیچر در اسمه ایجاد شده یک فیچر ایجاد شده که شما میتونید در اسمه نام بیتینه میرم فرض مثلا می چی باشم میگیم که ایرپورت فرض مثلا شما هرچی که خواسته باشین ایرپورت اگر شما خواسته باشین میتونید در قسمت یه تغییر بدین در قسمت لوکیشن از موقع چی کجایم فرض مثلا ممکن ناحیه پنج باشه یا مثلا بر ناحیه که وجود داره میتونید نامش نوشته کنید فرض مثلا نام ما فعلا مثلا نامش چی نیست ما میتونیم فرام سال دارلمان این میدان های در دارلمان باشه صحیح سه؟ خب فکر که میدان های نباشه هر چیز هست نواهی که ممکنه وجود داشته باشه شما میتونید به می شکل ارخام تصویر چی خواهیم درج میدانید شما فیچر ایجاد میکنین باسم میتونید ممکنه در یک قسمت نواهی دیگر کار کنید در یک قسمت اگه متوجه باشین یک پارک وجود داره به شکل خب در قسمت مهم است دیگه باید زوم کنید به قدر کافی کاملا خب از ما چون آموزش از زیاد دقت لازم نداره اما در سایه عمل باید اینا رو چیکنیم کاملا با دقت کامل چیکنیم کار کنیم خب ما بسیار میره بسیار چی میگیرم به این شکل یک پارک وجود داره به این شکل یعنی کلیک میکنم و در قسمت کلیک میکنم یک فیچر ایجاد شد و این فیچر در قسمت که ایجاد کردم در قد یک چیه میره بالا میکنم ای ممکنه پارک باشه پارک درسته و بعد هم ممکنه نواحی دیگر کار میکنم فرض مثال به این شکل یک قسمت خب میتونم از این قسمت چی کنیم از چی استفاده کنیم با تو کامپلیت پولیگون به این شکل درسته خب این را میگیریم ما فیچر کلاس یه دیر ما اشتباه کنم ما فیچر کلاس از تیبل ریفر رو باز کنم خب خیر باشه شما از یک قسمت بیاین از تیبل چی رو باز میکنیم از تیبل ایریا رو از تیبل ریفر ندیگه از این قسمت ما چند فیچر کلاس که ایجاد کردیم میتونیم نام بگیم نام اولش باشه پر مثال پارک ممکنه وجود داشته باشه بعضوم یه دیگهشی ممکنه سیمتری یعنی ممکنه خبرسان ممکنه وجود داشته باشه میتونید از یک قسمت چی رو بگیرید چی کنید کمی کش کنید میتونید دیگه چی باشه یا یونیورسیتی سایه پانتون ممکنه وجود داشته باشه یونیورسیتی و بسا میکنیم بازم سایه دیگر کار میکنیم به این شکل
خب اینو با دقت کامل باز کار کنیم. ما گزینه‌های دیگه هم داره که اونا رو ما کامل کار میکنیم. باز میم راست کلیک میکنیم اپینت تیبل. خب چیه؟ میگیم که وزارت داخل هست اینجی منیستری. خب منیستری آف انتریور افیرز. خب تی خب به این شکل مخفف نوشتن میکنم، درسته؟ به این شکل شما قبول کنید دیگه، او ترپلنز وقت میگیرد. خب به این شکل نواحی سلام نواحی دیگه را کار میکنیم و ممکنه میتونیم این نواحی باشه به این شکل کار میکنیم. دیگه اسم اوتو کمپلیت نمیگیریم، میتونیم پولیگون بگیریم به این شکل به این شکل به این شکل به این شکل. خب نظر به صاحب دید چون اینجا خیلی نجات میکنه نمونه بی کار میکنم، درسته؟ بازم بیم به این شکل از کلی منو بینه تیبل این چیه؟ صاحب زیراتیه اگریگ کالچورال ایریا مسح میکنیم به این شکل. خب شما میتونید چه قسم هر چقدر پولیگونایی که ایجاد کردیم و میتونید ارقام تفسیری ازش چیم درک کنید. خب اینا ارقام تفسیری اگر شما عملا کار میکنید کنم جای کار میکنید باید ارقام تفسیری وجود داشته باشه. این نمیشه که من ذره خود چیزی که من یعنی نمیشه که شما نمیشه کنید. نه بله خب اینا مال استفاده میکنیم. خب میتونیم از این قسمت شما بیایم در جای دیگه جایی که بلد نیستم این قسمت ها بلد نیستم. خب ما زمانی که روی ازی فیچر کلیک میکنیم این گزینه برای پولیگون چی میشد؟ پیشنهاد میشد توسط کدام ازینا میخوایم کار کنیم. اگر خواسته باشیم ماسک ممکنه خوب خیلی اول بعد ریور کنیم بعض ماسک بود ریور میگیریم اینی گزینه برای شما چی میشه؟ فال میشه. لاین میگیریم که ممکنه فقط چی باشه؟ اینا رو به این شکل چی میکنیم؟ کلیک میکنیم به این شکل. این خود دریای کابل میشه دیگه. به این شکل شما دقت کامل میتونید چی کنید؟ کار کنید. خب در قسمت شما میتونید در قسمت میتونید به این شکل با دقت کامل چین کار کنید. خب اگر شما دقت کامل کنید چون ما اینجا با عجله کار میکنیم. خب در قسمت یک لایر چی شد؟ ایجاد شد. میدونید قسمت ریور بیاین راست کلیک کنید در قسمت اوبینت تیبل. خب اینا وجود نداشته پیشتر ما خوبی را سیلیکت میکنیم چی کنیم؟ ریموف کنترل زاید میکنیم. یک دیگه خیلی جازه بکنیم اینا خب در قسمت یک دریا رو ما ایجاد کردیم بینیم چی نامش بیدیم که ممکنه کابل کابل ریور ممکنه دریای زیادی ممکن در اقصد وجود داشته. فقط این دریای کابل نمه شما اگر شما روی این سطح امیج سطح افغانستان کار کنیم دریای کابل دریای موی دریای ممکنه خیلی دریای زیادی ممکن وجود داشته باشه. شما میتونید کار کنید ما نامش بیدیم ممکنه این فقط دریا نه و دریاچه ها ممکنه وجود داشته باشه. شما میتونید کار کنیم. خب میتونیم فقط لاین بگیریم. ممکنه اگر پیچرهایی می باشه که مثلا توری باشه که چی باشه کاملا با شکل پولیگون ممکنه وجود داشته باشه. گرچه این تک چیزی ممکنه کم اتفاق مفته که شما ممکنه توسط فیچر که از نوعیت لاین باشه این فیچر ما خطی باشه شما چون یک پولیگون ترسیم کنید این کمتر اتفاق میفته و شما میتونید توسط زیم چی کنید؟ پولیگون رو جا کنید به شکل میتونید به شکل
یک زولش و دیگه زولش میتونی چین دایره ایجاد کنی الیپس مثل قبلا کار کنی بهش کنی الیپس یا بایزه بیجاد کنی فری هند دیستودا شما میتونی چیزی رسم کنید وقتی یک کلیک با رفت ماوس چی میشه خودش کار میده در اخیر دبل کلیک درسته؟ بمیشه شما میتونید توسط اینا نظر به ذره، نظر به شکل، نظر به تفصیلاتی که در سطح ایمیج ممکنه وجود داشته باشه یا ممکنه در نقشه اسکن شده شما وجود داشته باشه میتونید کار کنید. بازم میریم روی فیچر کلاس که از نوع پوینت به نام ماسک است، این مسجد ما گفتیم کلیک میکنیم این گزینه وجود داره. درسته؟ خب ما سطح ایمیج چک میکنم که تو نشون داده شما. خب ممکنه در این قسمت مساجد مختلف دیده شما. شما میتونید در جایی که مسجد وجود داره میتونید چی بینید؟ فی عملا نمیر کار میکنید شما. میتونیم از فیچر کلاس چیای از اینا را کنیم کنیم. مثلا از مسجد ما پایین گرفته بودیم. اگر پولیگون میگرفتیم چی میگرفتیم؟ ساحر میتونیم. آه میتونیم. بله کامل میتونیم. فرمسال اجابه ممکنه مسجد دقیق سن ممکنه وجود داشته. کلیک میکنیم به این شکل ممکنه در این قسمت ممکنه مسجد باشه در این قسمت یا ممکنه خب ما این را چی میکنم ممکنه در قسمت شما خواسته باشین نظر به سلامه جونجی مقایدشون برای شما نشان داده میشه یعنی کرسنگیه شما زوم کنید کجا مسجد وجود داره بیم یا فرمسال ممکنه مسجد در این قسمت وجود داره برای ممکن در این قسمت وجود داره شما چی میگین کلیک میکنید و در قسمت ماسک میین راست کلیک میکنید در این اوپنت تیبل این قدر مساجدی که شما در نقشه نشان دارین دیجیتایز کنید شما چی میکنید؟ باید ارقام توصیفی رو چی کنید؟ درج کنید درسته؟ که نام از مسجد چیه؟ موقعش کجایه؟ ظرفیت چقدر نمازگزار را داره؟ یا ممکنه چند خدمه داشته باشه؟ خب هر نوع تفصیلات یا ممکنه دیتایی که در اختیار شما وجود داره دسته شما وجود داره شما چی میتونید؟ در اقصه میتونید درج کنید خب برای قسمت شما متوجه باشین ما یک فیلد به نام البته یک موضوعی که من میفهمم در اکسل شما کار کرده باشین ستونا را به نام کلم میگه و این قطارا را به نام رو میگه درسته در جیس نه در جیس کلم ها را همین ستونا را که ما به فارسی میگیم در این فیلد یاد میکنم فیلد این یک فیلد ابجکت یک فیلد فیلد و یک فیلد است و اینا را چی میگه رکورد میگه که هر فیچری که ما ایجاد میکنیم در قسمت یک رکورد اضافه میشه که میتونم بگم که هر رکورد ما نمایندگی از یک فیچر میگه ممکنه یک فیچر ما بسیار خرد باشه و بزرگ باشه فرق نمیکنه در قسمت یک چی رکورد اضافه میشه ما هفت رکورد در قسمت چی کردم وجود داره شما میتونین گفتم که ارقام توصیفی نام از اون مسجد نوشتن میکنین ظرفیت نماز گذارانان در قسمت اگر ممکنه در اختیار شما وجود داشته باشه ممکنه دیتا مربوط وزارت حج و اوقاف ممکنه وجود داشته باشه اونا یه چیز داره پیش خود دیتا در اختیار داره که مثلا مساجد راجستر هستن ممکن کابل همین مساجدی که وجود داره ظرفیت چقدر نماز گذار رو داره در یک وقت و ممکن در قسمت همون ملا امام مسجد کی هست همون خدمتکارش یا خادم مسجد کی هست ممکنه هر چیزی دیگه شما فکر میکنید در فکر شما میرسن میتونید در اون قسمت درشین اما در قسمت کنم فیلدی نداریم ما که ما در ابتدای یک زمانی که فیچر کلاس میساختم فیلد نساختم متوجه بودین؟ خب من میخوام در اینجای ما اضافه کنم خب در قسمت شما میبینید در قسمت تیبل آپشن تیبل آپشن ما اینا کلونش یک درس هست یعنی ما بدن میخوانیم اما در قسمت اد فیلد چیه؟ غیر فعال هست یعنی در صورت امکان پذیر اد فیلد میتونیم اضافه کنیم یا اد کنیم که چی باشه استاپ ایتینگ باشه خب می چی میکنیم استاپ ایتینگ وقتی استاپ ایتینگ کردیم دیگه اسمت برای ما چی میدم پیام میده Do you want to save your edits این میخوای کار کرده ای میخوای ادیت کرده میخوای سیو کنین yes no خب میگیم بله yes درسته خب اگه متوجه باشین دیگه اسمت چیه فلان سوالیتین این بار گزینه برای ما پیشنهاد میشه خب ما اول در ابتدا میگیم قبلا ادفیل چی بود؟ غیر فعال بود میتونیم فعال کنیم به قسمت به قسمت ما فیلد اضافه میکنیم به نام نیم خب ما این سی نمی فهم فیلم ملایما نام ملایما منظور
خب خیر باشه، شما فرض مثال نام ملا در اقصد ممکنه نام ملا امام ممکنه وجود داشته، شما میتونید نوشته کنین، میتونید در اقصد تایپش انتخاب کنین، مثل قبلا در فیچر کلاس میسردین، شما تایپش باید انتخاب میکنین. آیا همه فعلی که انتخاب میکنین میخوین توسط چی نشون، توسط عدد میخوین ملا امام نشون میدین؟ نامش که نه، ما توسط چی؟ تکست شون میدیم. میتونید چی کنیم؟ اوکی. و در قسمت یک فیلد به نام دبل ام ساخته شد، میتونید یک فیلد دیگه هم بزنید، در قسمت بازن قسمت اد فیلد بازن ما میخوام که نیم که منظور نام مسجد در قسمت نام مسجد چیه، میتونیم تایپش چی باشه؟ تکس. میتونیم که بازن بریم در قسمت اد فیلد، ما میگیم که نمبر که منظور امو ظرفیتی نمازگزاران، تعداد نمازگزارانی که در یک وقت در این مسجد ظرفیت اینا رو دارن، درسته؟ شما میتونید نمبر بگین. خب شما در انگلیسی هر مخفف که شما نوشتن میکنید، خوبی رفتی به جایست نداره شما که شما نوشتن میکنید نیم آف یا نمبر آف پرسن دت که مسجد ممکنه ظرفیتش داره، یا ممکنه نیم آف کلرژ یا مثلا نام ملا امام ممکنه وجود داشته باشه، برای هیچ ربطی به جایست نداره. شما تایپش چی میکنید از این قسمت؟ چی میگین شما؟ شما نتیجه لان نتیجه فلو دبل کلر باشید، به نظر شما چی میگین؟ این من سوال از شما میکنم. انتجار انتجار. خب من گفتم نه، در قسمت شورت انجر لان انجر فلو دبل اینا برای کلن برای عداد است، اما در شورت انجر لان انجر کلن برای عداد صحیح است. ما شخصا نمیتونیم که اشاره بگیریم 453 نفر، درسته؟ میتونیم چی کنیم؟ عداد صحیح باشه دیگه، کامل باشه. خب یک از نمه گیم که شورت انجر باشه، اوکی، درسته؟ در قسمت شما ایره چی کنیم؟ اکسپاند کنیم پنجره دبل ایم که ممکنه نام ملا امام، ممکنه نام مسجد و همچون چیم تا امو ظرفیت نمازگزاران که در وقت داره. به این شکل شما میتونین امو ارقام توصیفی رو چه قسم میتونین درج کنین، به این شکل میتونین میتونین فرمی سال چی کنین؟ دبل کلیک کنین. خب اگر شما دبل کلیک کنین و نوشتم کنین حال فیلن کار نمید بخواد چی؟ آفرین. خب اینا رو باید باز بیم دوباره استار دیتیم، درسته؟ خب بازم میم دیگه قسمت مسجد دیگه قسمت میم اوپنیت دیبل. خب نمازگزاران دیگه قسمت شما هرچی که میدین فرد امسال به این شکل آلا به شکل نلمه، یعنی تانوز ارقامی وجود نداره، شما هرچی که خواسته باشه میتونید دیگه قسمت درج کنید. نیم نام ملا امام مثلا احمد، مولوی سب احمد، خب احمد محمود هرچی که ممکنه وجود داره، ممکنه این منظور نام مسجد اینجا بود، نیم نام مسجد ممکنه اینجا نام ملا امام باشه، شما هرچی که میتونید در قسمت چیکن درج کنید. و ممکنه همی فیچر ما چی نباشه، مسجد نباشه، چی باشه؟ شفخانه باشه یا مراکز صحی ممکنه، شفخانه خصوصی ممکنه. ما فیچر کلاس ایجاد کردیم بگیم که در اینجا تایپ مراکز صحی منظور پرایویت یا دولتی، این خصوصی دولتی، درسته؟ در قسمت میتونه یک فیلد اضافه کنیم برای تایپ نویتی هم مراکز صحی که خصوصی یا دولتی. بعد میگیم که مثلا ظرفیتی مثلا مریضان، تعداد کارمندان، تعداد دکتران، ممکنه هر نوع چیزی که شما خواسته باشید، موقعیتش، نام شفاخانه، ممکنه هر چیزی که شما خواسته باشید میتونید در قسمت درج کنید. و این بدن نظر بر وزاره درج باشه، نظر بازی ارقام چی میگن؟ تحلیل انالیز. خب اینا بحث فعلا بحث ما نیست، چه قسم تحلیل انالیز کنیم اینو ما بعدا میخوایم، درسته؟ فعلا ما چه قسم میتونیم دیجیتایز کنیم ما گیم ما فعلا دیجیتایز کردنه، یعنی میتونیم کامپیوتری بسازیم دیتای خود. خب هر ساعت میتونیم به این شکل شما میتونین این ارقام و نظر به این صدمه چی ایجاد کنین. خب
در قسمت شما چی خواسته باشه میتونید اضافه کنید. در قسمت شما میتونید برای هر فیچر کلاس چی از نوعیت پولیگون، چی از نوعیت لاین و چی از نوعیت پوینت شما میتونید خود تصویر درج کنید. و هر خود تصویر اگر شما آزمایشی کار می خوب باشه که شما خواسته باشه میتونید نوشته کنید. اما در صورتی حقیقی وجود داشته باید او دیتا باید وجود داشته باشه. او دیتا شما نمیتونید. خب کسای دیگه هست که شما دیتا شما میمونن. برای مثال می دیتا ممکنه ریاست احصای مرکزی برای شما دیتا شما کنه. می دیتا دیتا نو هست. برای دیتا شما میمونه که شما میخواین ریزی کار کنید. شما باید دوره درش کنید. واسه که شما میتونید راههای بسیار ساده موجود داشته شما چی قسم میتونید که اگر مثلا یک صفحه اکسل ممکنه 5 شیت 10 شیت ممکنه هزارها مثلا رو داشته باشه درست روم به قطارها که وجود داره نه در اکسل چی قسم میتونید درش کنید بازور من بعدا هم میگم طریقه بسیار ساده تر از این وجود داره فعلا موضوع بحث ما فعلا نیست. خب بعدن بازم به شکل میم فرمسال در قسمت ایریا کلیک میکنیم این گزینه ما کار کردیم میتونیم چیکنیم کار کنیم و ممکنه در این قسمت شما در قسمت ایتراتور بارم میتونیم چیکنیم یک گزینه دیگه در این قسمت وجود داره درسته؟ کلیک در گزینه بسیار مهم اکتباه شاید دیتا یا حتی یک بار مثلا استفاده نکنیم زیاد کاربردی هم نباشه. اما اونایی که به نظرم کاربردی هستن من میتونم برای شما بگم. خب برای ریکارد سافت و نمازات خوب خیلی باشه نصب. خب ببین شما میتونید به یک قسم ایجاد کنید و ممکن طریق دیگه هم در قسمت وجود داره. شما وقتی ریا رو میگیرید در قسمت شکل شما که شما ایجاد میکنین همین زول که میخواین ایجاد کنین آیا زول کاملا مستقیمه یعنی کاملا یک شکل یک لاینی وجود داره که ممکن شکل منحنی انحنا داره و شکل گل هسته میتونه از اون قسمه استفاده کنه. فرض مثال استراید. خب این قسمت استراید ساعتی که کاملا مستقیمه. فرض مثال پانتونی کابل شما در قسمت دیده باشین ما رو پان میکنیم که زوم بکنیم به این شکل. این شکل تقریبا چیه؟ منظم است. شما میتونید یک قسمت چی کنید به این شکل کار کنید به این شکل. خب من زیاد زوم نمیم چون زیاد مهم نیست به این شکل دبل کلیک میکنید. اما بعض وقت ممکنه ضرورت چه فرض مثال من میگم که من یک ساحر ببینیم یک دفعه که چی باشه شکل منحنی باشه. فرض مثال فرض مثال در یک قسمت شما ببینید در یک قسمت ایمی اینی تپیه نمیفهم چی هسته یا ممکنه می فکرم فکرم چی باشه ساحه قبرستان ممکنه وجود داشته یک تپه هسته فقط قبرستان دیگه این نوع ساعتی که ممکنه کس زندگی کنه در یک قسمت وجود نداره. شما میتونید فرض مثال ایریا رو انتخاب میکنید از یک قسمت چیزی وجود به نام این پوینت سیگمنت هست که نوع ساعتی که انحنا داشته باشه یا گل باشه شما میتونید چی استفاده کنید. خب این زوم میکنیم کلیک میکنیم به شکل ببینید در این قسمت نوع کار چی قسمه. شما یک دفعه کلیک کردین در این قسمت درسته و بعدا میم در این قسمت کلیک میکنیم این نقطه اخیر و از نقطه وسط این نقطه اول شناختین این نقطه اول میشناسه این نقطه اخیر و نقطه وسط چی میبین با حرکت ماوس شما چی میکنید مطابق با شکل عیار میسازید. یا ممکن در این قسمت ممکنه این ورتکس به رنگ سرخ دیده میشه یعنی به نوعی هر کمش کلیک میکنید یک ورتکس میشناسید یک ورتکسی که وجود داره نقطه اول در نظر بگیرین درسته این نقطه اخیر و این با حرکت ماوس اچقدر همون شکل شما نهینا داشته باشه ببین ماوز حرکت ما میدون نظر بینه شکل که نهینا داشته باشه شما میتونید ماوز حرکت بدین و این هینا یه زور چون کم زیاد داریم ما خب به این اقدار میگیرم بازم میتونم به این شکل اینجا کلیک میکنم بازم به این شکل. خب اینجا ممکنه در قسمت فکر احیانا شکل شما چی نداره؟ این هینا نداره میتونید گذار چکنین استراید سگمنت انتخاب کنین
چون مستقیم است. فکر دقیق قسمت بایش شد. کاملا مستقیمه. دقیق قسمت فکر مستقیمه. خب این گرچه مستقیم نیست. فکر کنم اینجا احیانا مستقیم باشه. میتونم بایش شکل استفاده کنیم. فعلا مثال بازم میتونم بایش شکل استفاده کنیم. بازم میتونم چی کنیم؟ گزینه تقیم بکنیم. ساعتی که چی دارن؟ انحنا دارن. بازم به شکل این به عنوان نقطه اول، این نقطه اخیر، نقطه وسط. بازم اینها شما میتونید با حرکت ماوس چیکن کم زیاد کنید. اگر زیاد اینها داشته باشه شکل شما میتونید به این شکل، اگر کم داشته باشه میتونید کم بدید. خب میتونید به این شکل بازم اینو کلیک میکنیم، بازم با حرکت ماوس به این شکل. بازم به این قسمت دبل کلیک. یعنی زیاد میتونید بکنید. اون فقط حالا خلاص نمیشه. میشه ما چی چی میگیم؟ خب امیر ما چی میکنم؟ دلیت میکنم؟ آخر ما یک ساحه دیگر کار میکنم. خب اینجا تقریبا خوب ساحه هم هستم به این شکل. حالا چون ساحه تقریبا چیه؟ منظم پلان شده هستم، میتونم از این قسمتی زیگوزن استفاده کنیم به این شکل. من فکر در این مرحله چی کردم؟ اشتباه کردم. خیلی اگر ممکنه خیلی گزینه دیگه هم وجود داره. شما مثلا کارتون تکمیل شد، حتی پروژه شما کاملا تکمیل شد، اما در یک قسمت ورتکس شما چی شده؟ اشتباه شده. شکل کاملا منحنی نبوده، اینا نداشته، ممکنه کم بیش ممکنه وجود داشته باشه. در وقت شما میتونید در اخیرم چیکنین؟ ادیت کنین، اصلاح کنین. از این لحاظ راحت باشه. خب اگر شما مثلا کنترل زد کنین، یک بار هرچی میکنه بگ میره. میتونید بگ میره. به این شکل. خب شما میتونید دقیق قسمت خب مثلا کار کردین لول کلیک کردین به شکل. خب شما دقیق قسمت اگر در تول بار یک گزینه دیگه وجود به نام ادیت تول با شکل مثلث، درسته؟ شما اگر روی دبل کلیک کنین، دبل کلیک کنین، قبلا ورتکس دیده نمیشه. ببین اینا ورتکس ها دیده نمیشه، شکل وجود داره، ورتکس ها دیده نمیشه. گرچه ورتکس اینجا هست، اینجا وجود داره، در این قسمت وجود داره، در این قسمت وجود داره به شکل، در این کنجا. شما اینا به شکل نقطه اونجا نمیبینید. ما میتونیم چی دبل کلیک کنیم، ورتکس ها کاملا بر چی میشه؟ با ما برنگ سبز برام برجسته میشه. شما میتونید ممکنه همین ورتکس، یعنی فکر کنید این قسمت ما یک جایی چیکار اشتباه کردم. دقیق سان ما این ورتکس باید چی باشه؟ دقیق سان باشه. ما میتونم این رو بگیرم به این شکل چی کنیم؟ کش کنم دقیق سمت، درسته؟ ما ممکنه دقیق سمت به این شکل باشم. خب ما یک جای دیگر کار کنم که بهتون خب بازم به این شکل خب ما به این شکل خب میرم فکر کنم ما به این شکلی کار کردم به این شکل، درسته؟ اما ببینید اشتباه است اینا. با شما که بیند روی گزینه ایدید خب میتونم چیکن روی امو فیچر چیکن دبل کلیک کنیم، امو ورتکس ها چی میشه؟ برنگ سبز بستم برجسته میشه. شما میتونم چیکن اینا رو ایدیت کنید، اصلاح کنید دوباره سایه یا نواهی که ممکنه امو قسمت ها رو اشتباه کنید، میتونم چیکن دیلیت کنید. ببینید در یک قسمت اگر ما این جگ ورتکس وجود داره، این جگ ورتکس وجود داره، ما میخوام اینو کاملا با این شکلی که دقیق قسمت وجود داره شکل این هم رفته است چون ایدیت کنم. خب میتون نمیتون مستقیم اینو اگر کش کنم مطابق اون شکل نمیشه، ممکنه به شکل ممکنه دقیق قسمت خود ما چی میگه ورتکس اضافه میکنه. دقیق قسمت شما چی میکنین؟ راس کلیک میکنین، انزرت ورتکس، در این نقطه چی کرد؟ ورتکس اضافه کرد. شما از این قسمت نقطه چی میکنین؟ کش میکنین مطابق با شکل. بازم دقیق قسمت بازم چی داره؟ مشکل داره. بازم دبل کلیک میکنین، دقیق قسمت چی میکنین؟ راس کلیک میکنین به شکل، انزرت ورتکس، ورتکس اضافه میکنین به شکل. شما میتونین شکل به این شکل چی کنین؟
اصلاح کنیم. خب غیر از گزینه گزینه دیگه هم وجود داره که من میتونم بازم بگم. خب ساعت چند میرسه؟ خب بس این کنیم چی کنیم؟